کتاب زندگی نزیستت را زندگی کن، اثر رابرت الکس جانسون، فایل 49 صفحه 163. عقربه ترموستات دائما از درجه متوسط بالاتر می شود. وسط راه اصلاحات انجام می دهد، از درجه متوسط پایین تر می آید و مدام تعدیل و تنظیم می کند. این نشانی سیستم های سالم خود تعدیل کننده است. همین امر درباره ما هم صادق است. وقتی من از سر راه کنار می ایستد، بازی لکه جوهر اصلاح و تعدیل در پاسخ به متغیرهای محیط است، زیرا روان همیشه باید درباره هویتش از خود پرسجو کند و پاسخ دهد. وقتی بچه ها را حین بازی تماشا می کنید، می بینید که چقدر تمرکز و توجه دارند و چقدر در لحظه حال حضور دارند و برای هر اتفاقی که بیفتد آمادند. شونریو سوزوکی استاد زن خاطر نشان کرده که در ذهن فرد مبتدی امکانات بسیاری است. در ذهن متخصص امکانات اندک است. ما هیچگاه به اندازه وقتی که برای اولین بار چیزی را شروع می کنیم خالص نیستیم. هدف زن این است که این گشودگی و حضور را در همه زمان حفظ کنیم. ما به محض اینکه شروع می کنیم به تفکیک کردن چیزها و به الگوی عادتی خودمان از درک واقعیت تکیه می کنیم، خودمان را محدود می کنیم. درمان با فوک. وقتی کارتان یا زندگیتان خشک می شود، توسل به روحی بازیگوشانه جوان ابدی می تواند سبوکی و جوشش را به تلاش هاتان بیاورد. قدرت شفابخش انرژی پوئر را می توان در چرخش میانسالی یکی از آشنایانم به نام دن دید. دن در کسب و کارش چنان موفق بود که در سن 30 سالگی میلیونر شده بود. او معتاد به کار بود، اما به رغم موفقیت های مالیش احساس پریشانی می کرد. همیشه مضطرب بود و زخم معده گرفته بود. از اینکه همیشه نگران سرمایه گذاری هایش باشد خسته شده بود و با نامزدش رابطه خوبی نداشت. او نمی توانست کسب و کارش را کنار بگذارد، نه رابطه اش را، و احساس می کرد که در دام همان چیزهایی که همه ی هویت زندگیش بود اسیر شده است. من و دن چندین جلسه درباره مشکلات او و راه حل آنها حرف زدیم، اما او به ظاهر پیشرفتی نمی کرد. تا اینکه یک روز بعد از جلسه امان برای قدم زدن در ساحل کالیفرنیای جنوبی رفت. کنار آکواریوم مشهور اسکریپس خلیج کوچکی هست که فوک‌ها همیشه آنجا جمع می‌شوند. آن روز بعد از ظهر روز کاری بود و دن تنها کسی بود که با فوک بسیار کنجکاوی در ساحل دریا مانده بود. ابتدا هر دوی آنها با احتیاط تمام یکدیگر را برانداز کردند، اما سرانجام کنجکاوی غلبه کرد و هر دو تصمیم گرفتند به هم نزدیک شوند. بعد با هم کنار آمدند و طولی نکشید که انسان و فوک در ساحل دریا حرکات موزون انجام می دادند و بعد بازیکنان در آبهای اقیانوس آرام شنا می کردند. جست و خیز و خوشی آنها حدود 2 ساعت طول کشید و پس از آن با اکراه از هم جدا شدند. این تجربه متحول کننده بود. در جلسه بعدی من دن بی صبرانه می خواست بیاید تو و این داستان را تعریف کند. من به او آفرین گفتم و او در پایان جلسه اعلام کرد که دیگر نمی تواند طبیعت حقیقیش را انکار کند و می خواهد به خانه برگردد و هر کاری را که لازم است انجام دهد. با خودم فکر کردم خب اشکالی ندارد، روش درمانی فوک از روش من موثرتر بوده است. فوک باعث شده بود تا انرژی جوان ابدی دن از نو زنده شود. چند ماه بعد سر و کله دن در دفترم پیدا شد.
این کار خرج زیادی برای او برداشته بود، اما او روی جزئیات جدایی از نامزدش کار کرده بود. سهام شرکتش را به شریکش فروخته بود و قایقی 9 متری خریده بود. بازی آن روز او با آن فوک مسیر زندگی جدیدش را به او نشان داده بود. دن می‌خواست تا چند سال بعد زندگیش را صرف قایق رانی کند. او عاشق آزادی و وسعت دریای آزاد بود. در سالهای بعد گاهی به سراغم می آمد و مرا هم برای سفر روی دریا با خود می برد. هرگز نمی توانید مردی را آسوده تر و راضی تر از آن مرد موقعی که روی آب بود پیدا کنید. آخرین باری که خبر او را داشتم این بود که شغلی را در یک مؤسسه اکولوژی دریایی قبول کرده است. دن مستقیماً زندگی نزیستش را میزیست. بنا به دلایل آشکار همه نمیتوانند مثل دن مستقیماً زندگی نزیستشان را زندگی کنند. او خوششانس بود که منابع مالی لازم برای ایجاد تغییری بزرگ در زندگیش را داشت و هرچند فروش شرکتی که خودش آن را ساخته بود و پایان بخشیدن به رابطه ناشادش با آن دختر برایش دردناک بود و به بهای سنگینی تمام شد، با تغییر و تبدیل چیزهای بیرونی زندگیش توانست مستقیماً به خصوصیات روش نیافته مبرم زندگی خود بپردازد. شما هم اگر می توانید این کار را بکنید، اما کار نمادین از طریق تخیل فعال هم می تواند به همان اندازه مؤثر باشد. تمرین: کاری را که دوست دارید دنبال کنید. آیا می دانستید که سنت ارسال نامه و کارت پستال در روز ولنتاین از کار راهبی ایتالیایی به نام ولنتاین نشأت گرفته که در سال خوردگی یک دل نه صد دل عاشق اطرافیانش شد؟ و از سر لذت برای هر کسی که می شناخت یاد داشته تشکر و تحسین می فرستاد و روز به روز تعداد نامه‌هایش بیشتر می شد، تا اینکه سرانجام اولیای صومعه به او اجازه دادند در اتاقش بماند و هیچ کاری جز نشان دادن عشق و محبت خود در یادداشت‌های کوچکش نکند. سرانجام پس از مرگ او با ادامه این کارش از سوی مردم جاودانه شد. اگر در نیمه دوم عمرتان احساس می‌کنید گیر کرده اید و احساس می‌کنید که زیر بار مسئولیت و تعهدات و وظایفتان دارید خفه می‌شوید، که این شامل بیشتر آدم‌های امروزی می‌شود، باید چیزی پیدا کنید که دوستش داشته باشید و راه‌های تازه‌ای برای لذت بخش کردن کارهایتان بیابید. برای چه کاری انرژی و شور و شوق دارید؟ نامه‌ای برای جوان ابدی ساکن درونتان بنویسید، بعد آن را زیر بالش یا کنار کامپیوترتان بگذارید. وجود درونیتان احتمالاً با رؤیایی یا ایده خلاقی به شما پاسخ خواهد داد. کلید اصلی رها کردن کنترل یا ترس از احمق جلوه کردن است. ضمیر ناخودآگاه در واقع نگرشی را که شما نسبت به آن نشان می دهید به سویتان بر می گرداند. با تصاویری که به سراغتان می آید تخیل فعال کنید. وجود درونیتان از شما چه می خواهد؟ از این انرژی پیروی کنید تا شما را از هر کنجی که به دامش افتاده اید بیرون بکشد.